بشار رئیس سوریه روز گذشته به عربستان سعودی رفت و در نشست سران کشورهای عربی دوش به دوش رهبران این کشورها شرکت کرد همونهایی که سالها از او دوری می‌کردند این یک تغییر رویکرد بزرگ در دیپلماسی از سوی اعراب که برای ادامه اون چالش های زیادی به وجود خواهد آمد چالش مثل مخالفت های ایالات متحده و دیگر قدرت های غربی که از همین حالا شروع شده اما چرا اسد به این دلیل مدتها توسط کشورهای عربی ترد شده بود که به قیمت جان بیش از نیم میلیون سوری و شهرهای ویران روند جنگ داخلی سوریه را با کمک روسیه و جمهوری اسلامی به نفع ابقای خودش در رأس حکمرانی این کشور تغییر داد. در اجلاس اعراب در جده که دیروز اسد شریک استراتژیک مسکو و تهران شرکت داشت ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم حاضر شده بود تا از رهبران اعراب بخواد از تلاشهاش برای مقابله با تجاوز روسیه به کشورش حمایت کنند call این در حالیه که اکثر کشورهای نفتخیز حاشیه خلیج فارس علا رقم فشارهای غرب برای کمک به انزوای روسیه در درگیری اوکراین بیطرف موندن. به ویژه عربستان سعودی که با روسیه هسته اصلی کارتل نفتی بزرگ اوپک پلاس رو تشکیل میدن. در سوی دیگه یه پازل بازگشت اسد به دامن عرب جمهوری اسلامی قرار داره. همزمان با حضور دوباره رئیس دمشق در میان سران اتحادیه عرب رسانه های اسرائیلی خبری از درون یک نشست ویژه در کابینه بنیامین نتانیاهو منتشر کردند. که طی اون تصمیم گرفته شده که حملات اسرائیل به مواضع تهران در سوریه ادامه داشته باشه این تصمیم دولت اسرائیل در حالیه که تلاویف سعی میکنه روابط با عرب به ویژه با عربستان سعودی که میزبان اسد بوده رو به سمت عادی سازی پیش ببره و عرب قصد دارن با سرمایه گذاری در ترمیم سوریه ویران شده همکاری داشته باشند. اثرگیری روابط ریاض و تهران و احتمال نزدیک شدن ترکیه به سوریه هم از دیگر تحولاتی که ممکنه در تل‌آویو، شریک منطقه ای آمریکا، با نگرانی های همراه باشه. موضوعاتی که در کنار رویکرد جدیدی که اعراب در مقابل سوریه در پیش گرفتن، ممکنه با چالش های متفاوتی روبرو بشه. كبارية سعيد على كلمته، والآن أدعو فخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية السورية العربية لإلقاء كلمته، فليتفضل. نمنع التدخلات الخارجية في بلدانها ونساعدها عند الطلب.